فرقی نمی کند کدام طرف مرز باشی، در هر دو طرف تندروها درباره خصوصی ترین مسائل زندگی زنان اظهار نظر می کنند، قانون وضع می کنند و یا دخالت. در کنار این اجرای برنامه ورزش قهرمانی یه عده دختر و پسر جمع بشن، یه عده دختر و زن هیجان پیدا کنن، کف بزنن، سوت بکشن به هوا. نام این مرد، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مشهد، احمد علم الهدا، در بسیاری از محدودیت‌های مربوط به زنان در این طرف مرز، یعنی در ایران، تکراری است. یه ابتذال رو در این مملکت اجرا کردن. چقدر هیجان پیدا میکنید؟ خب طبیعیست یه خانومی که یا 10 تا خانومی که اینها از دستور میدهد در خطبه های نماز تندروها را تشویق به برخورد تند میکند و گریه و وامصیبت ها و وااسلام ها سر میدهد. تقلید میگن حرامه. هنوز چند هفته ای از ممانعت برای حضور زنان در ورزشگاه مشهد برای حمایت از تیم ملی کشورشان نگذشته. من داخل ایران که بودم به دلیل محدودیت هایی که بود ناچار شدم از ایران خارج بشم. هنوز نگرانی درباره انتشار خبر ممنوعیت ورزش بدنسازی زنان در رسانه های داخلی ایران و دعوا با فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام فروکش نکرده که ممنوعیت دیگری درباره زنان از مشهد کلید خورده. اتحادیه آرایشگران زن مشهد در ابلاغیه‌ای مجموعی از فعالیت‌ها مربوط به خصوصی ترین نقاط بدن زنان را ممنوع کرده. البته ابلاغیه مشابهی هم به آرایشگران زن در تعداد دیگری از استانهای ایران ابلاغ شده و اگر آرایشگران و زنان از این موضوع سرپیچی کنند با آرایشگاه ها برخورد می شود و آنان در صورت لزوم به قوه قضایی معرفی خواهند شد. موضوع گویا تنها تهدید نیست. تا کنون تعدادی از آرایشگران زن مشهد بازداشت و تعداد دیگری احضار شدند. چادری بخرم البته ما در حکومت قبلی شخصاً من خودم جاب میکردم یا مثلا چیزای مناسبی که برای پوشیدن بود میپوشیدم، اما فعلا اومدم به خاطر که امارات اسلامی زمانی که تشکیل شد اینا گفتن که باید حجاب اینا این حجاب ما در نظر بگیریم. در همین شرایط درست در کشور همسایه افغانستان طالبان هر روز شرایط را سخت‌تر میکند. رعایت کردن حجاب شرعی فرض و ضروری است. تعریف حجاب: طبق آخرین دستور رسمی طالبان، زنان باید جز چشم‌ها، بدن و صورتشان را بپوشانند و برقع بپوشند. در همین نقطه جغرافیایی که زنان با بزرگترین خشونت‌های سیستماتیک روبرو می‌شوند. اون خواهری رو که می‌بینید داره میره، تقریباً 1 کیلومتر این آب باید به همین شکل حمل بکنه، آب دیگری. این زنان باید برای اندکی آب سالم چند کیلومتر راه بروند. ساناز غازی‌زاده، لندن.